اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. در اروپا هیچ کسی جرأت نداره علیه صهیونیسم حرف بزنه. ما میایم وقتی اتفاقی میفته با خودمون میگیم که چه کسای زینفعن، چه کسای سود میبرن، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. شما وقتی نگاه بکنیم اینه توی همچین واقعی، همچین ماجرایی هیچ چیزی نصیب مسلمان ها نمیشه به هیچ وجه من الوجود، یعنی کوچکترین سودی نمیبرن الا اینکه بدنامی نصیبشون بشه، یعنی مسلمان ها رو مساوی با تروریست بدونن. متاسفانه عبارتی خیلی بدتر هم داره استفاده میشه، من آن عبا دارم استفاده بکنم، توهین به مقدساتشون بشه. کدام مسلمان راضیه که کاریکاتور از پیامبرش بکشن یا در میدان جمهوری پاریس قرآن رو با آتش بکشن؟ هم اتفاق افتاد تو همین تجمعاتی که بعد از این اتفاق معمولا تو رسانه باستاب نداشت، اونایی که برای حمایت اومده بله مثلا. قرآن رو بعد کاریکاتورهای دو سه سال پیش شارلی ابدو هم برداشتن آوردن که علی پیامبر کشیده شد و همینا رو بالا گرفتن. بله خب میگفت صرف داشتن یه ظاهر اسلامی، صرف داشتن یک ظاهر اسلامی موجب میشه که تو خیابون به تو توهین بکنن، داری رد میشی به یه متلکی بندازن. خب شما میدونید دیگه در همین دو هفته نزدیک به 116 مورد حمله مسلمان ها بوده، مثلا بی سابقه است توی همین دو هفته. بنده وقتی بررسی میکنم میبینم اسلام اصلا زینف نیست الا اینکه آبروش بره، الا اینکه امروز اسلامی که داره توی اروپا، خود مؤسسات حالا نظرسنجی غربی میگن تا 15 سال 20 سال آینده دین اول اروپا اسلامه، چجوری میشه جلوشو گرفت با همین کار؟ فیلم ساختن 200 میلیون دلار خرجش کردن، بیش از 300 فیلم مستند ساختن ها. بعد بر مردم دنیا جا افتاد، یعنی از قبل اینکه این جریان تکفیری رو اینجوری تو این 3 سال اخیر اینطور تحریک کنن و سر کار بیارن، به مردم دنیا گفتن که آقا این فیلم ها رو میبینید، اینا یه روز به واقعیت منجر خواهد شد. بعد از 11 سپتامبر اسلام چی عایده شده؟ جز اینکه به عراق حمله کردن، جز اینکه به افغانستان حمله کردن، برید آمارا رو بخونید، میگه نزدیک 1 میلیون کشته داده. 1 میلیون مسلمان آدم نبودن، همین 20 نفری که تو فرانسه کشته شدن آدم بودن. اونا هم آدمن ها، من تو این حرفی ندارم، لعنت بر هر کسی که اینا رو ترتیب دادیم ماجراها رو. ما اعلام براءت جدی میکنیم، خب محکوم هم میکنیم چون عقل محکوم میکنیم، چون سیره نبوی این نبوده، سیره علوی این نبوده. خب اما اینجا یه بحث دیگه است. خب ببینید بیش از همه به نفع اسرائیل تموم شد، دلیلشو میگم، غیر منطقی بود، بینندگان عزیز نپذیرن. یک، مسلمان کشی اینها توجیه پیدا کرد. الان اسرائیل با خودشون میگن چی میگن؟ میگن آقا ما جلوی این وحوش داریم میجنگیم، خوب نیست ما دفاع کنیم؟ وایلدز میگن علیه این وحشی ها، یعنی میخوای سنگر داشته باشید؟ خب اسرائیل این سنگر. آیا این توجیه پیدا نمیکنه؟ و اینا من به شما عرض بکنم، وقتی اینا یه کاری میکنن از قبل شما به ریشه ها رو نگاه بکنید، میبینید از چند سال قبل فیلمای سینمایی اینا ساختن با عنوانی که مسلمانان رو وحوش نشون بدن و اسرائیل سنگر اول دفاع از بشریت بشه. نزدیک به 300 فیلم فقط اینها به عنوان زامبیا ساختن، 300 فیلم به عنوان زامبیا. زامبیا موجودات وحشی که هیچ عقلی ندارن، اینجا رو دقت کنید، انتحار میکنن. نکته مکس بروکس وقتی کتابشو می نویسه بر مبنای اون کتاب فیلم ورد وارز ساخته میشه، ازش میپرسن این زامبیای شما خیلی شبیه تروریستای یعنی مسلمان، میگه چون همشون رفتار شبیه به هم دارن من این ایده رو گرفتم. فقط کافیه سرچ بکنن تریلرها اینو ببینن، مثلا توی فیلم نشون میده که اسرائیل برای در امان موندن از این موجودات وحشی باید دور تا دور خودش دیوار میکشه، اون دقیقا میشه دیواره های خب همه اینها میره. بعد اسرائیل امروز اگر اینها رو توی منطقه نگه نداره و درگیر نکنه، اینا میان اروپا ها. منتها بحث سر اینه که اینا دارن ذهنها رو آماده میکنن که پس فردا مثل جریان غزه نباشه، مردم دنیا بگن آقا چرا اینا رو میکشید، و مردم اروپا بگن بابا حق میگن، بذار اینا بکشن، اینا باید کشته بشن، اینا باید همینجا نگه بشن، حقشون اینه. حقشون همینه. خب اینا حقشون اینه، خودشون
خودشون تیکه تیکه کنن، ما هم بریم تیکه پارهشون کنیم. ما باید توازن قدرت تو منطقه بین اینا به وجود بیاریم تا اینا خودشون رو تیکه پاره کنن. چرا داعش در عراق آدم‌ها رو به صلیب می‌کشه؟ به صلیب کشیدن کجا تو سنت اسلامی بوده؟ اینا دنبال چی هن؟ چیو میخواد به مسیحی‌ها، به جهان مسیحیت توی دنیا بفهمونه من به صلیب میکشم؟ در عراق چقدر اینا مسیحی کشتن؟ این عمل کرد وقتی با یهود کاری ندارن، وقتی دقیقا میرن مسیحیت رو میزنن، آیا این مسیحیت رو هول نمیده که برن سمت اون طرف؟ خب اون حماسی که وقتی داره 51 روز با اسرائیلی ها میجنگه، داعش کدوم قبرستونه؟ بله تو همین اتفاقای اخیرم بود دیگه. بله کجا بود؟ امریکایی که دامنه الوای لیبی رو با یه اینتربس کلن لیبی از اینترنت حذف شد، خب کره شمالی رو کلن حذف کردن، چطور جلو فیسبوک اینا رو نمیگیره؟ چطور جلو صفحات توییتر اینا رو نمیگیره؟ میگه آقا اینا با هواپیما میان اسلحه رو مینازن برای اینا. بعد ما میریم میرسیم بالا سر اینا میگیریم اسلحه رو، مثلا دستون افت نگاه میکنیم به امریکایی میگیم چه کاری کردی؟ میگن که ما اشتباه میخواستیم به شما بدیم. میگیم آقا ما نمیخوایم، زمینی به ما بده. تو که زمینی به ما چه ادرو هوا میندازی؟ بعد یه سوال، چرا اسلحه ها، سلاحی که به ما دادی چیزاییه که باهاش باید چیزی رو زد که داعش نداره، اما اگه دست داعش باشه میتونه باهاش چیزی رو بزنه که ما داریم. دقت کنین، مثلا موشک ضد هواپیما، این موشکای دوش پرتابی که باهاش میشه هلیکوپتر رو هواپیما زد، داعش هواپیما هلیکوپترش کجا بوده؟ اینو برعکس ارتش عراق داره که این قشنگ معلوم برای کی انداخته. ارتباط فرانسه با کشوری که از داعش حمایت میکردن چیه؟ این گروه تکفیری رو کیا به وجود آوردن؟ آل سعود، امارات، قطر، ها؟ بله. اینا پول دادن، غیر اینه؟ خب ارتباط فرانسه با اینا چیه؟ عالی. عربستانی که هنوز آدم دارن گردن میزنه میشه نماد حقوق بشر. ببینه کجا بره بگه. این که نکته جالب اینه، بعد از این اتفاق داعش مقاله‌ای در سایت‌های توییتری و سایت‌های خودش قرار میده و از مردم، از طرفدار خودش در دقت کنید، در پاریس میخواد که اگر هم اسلحه ندارید با چاقو به مردم حمله کنید. عجب. و این مورد باز بهره برداری اون طرفیا قرار میگیره. بعد شما یکم به این فکر بکنید، اونا اومدن چیکار کردن؟ با چه توجیهی میلیون ها نفر آدم بیان تو تظاهرات و سران کشور غربی بیان تو تظاهرات و ذره از امنیت اینا کسی نترسه؟ این عجیب نیست؟ حداقلش اینه که یکی با چاقو شروع می‌کنه تو تظاهرات شروع می‌کنه، حتی بمب هم نتونه بسازه. حداقلش اینه که با ماشین حمله می‌کنه به جمع. مگر کرانه باختری که اسلحه دستشون نیست، بعد از اینکه اسرائیل تعرض کردن به قدس چیکار کردن؟ برخی از مردم شریف فلسطین، مردم کرانه باختری، با چاقو حمله کردن به اسرائیل. بله. یکی دیگه شون با ماشین حمله کردن، یکی با لودر حمله کرد. غیر اینه دیگه چیزی نداشتن دیگه. این دم دستشون بود. چرا تو فرانسه اتفاق نیفتاد؟ چون سناریو بود، چون دولت فرانسه مطمئن بود این اتفاق نمیافته، چون سناریوی اولیش هم خودش نمیشه. خودش ساخته بود. خودش ساخته بود. حالا تو این جوی که فرانسه وقتی هم یه چیزی اونجا رشد پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک جریان فکری در کل غرب، داره ضدیت با صهیونیسم رو ساختاری میکنه. باید چیکار کرد؟ باید یه اتفاق خوب بیفته. چی بشه؟ باید ذهن فرانسوی‌ها منحرف بشه. مسلمان‌ها دشمن فرانسوی‌ها جلوه کنن. بعد نتانیاهو در کمال محبت بیاد در اون تظاهرات شرکت کنه. خیلی جالبه. اینا رو به یه بچه 4 ساله بگی میفهم. میت خبر دارید این تظاهراتی که برگزار شد در فرانسه و سران خیلی از کشورها مثلا رفتن اونجا، از جمله نتانیاهو، میدونید به کجا ختم شد؟ به کنیسه. بله. بعدش رفتن در کنیسه، آقای فرانس و اولاند یه دونه از این کیپاها گذاشت رو سرش، این کلاهای یهودی، رفت در کنیسه بزرگ پاریس و اونجا ادای احترام کرد به کشته شده ها. چی شد حالا؟ ببین یهودی با توه، یهودیه با توه. اونی که مشکل داره مسلمان است. اون سیاه پوستی که با نامزدش بعدن یه گروگانگیری انجام دادن توی مرکز خرید، شما میدید تو خبرگزاری ها به وفور و به شدت گفته میشد که این مرکز خرید متعلق به یهودی بوده. این گروگانگیری از یهودیان و مرکز خرید یهودیان و باز پلیس فرانسه میاد. گروگانگیری کی انجام دادن؟ باز مسلمان. یعنی اصلا صحبت این نیست، این یه شروع بود تو پاریس. تموم هم نمیشه این خطی نشون. مگه با 11 سپتامبر مگه تموم شد؟ 14 سال مسلمان‌ها به خاک و خون دارن میکشن تو منطقه به بهانه همون دو تا ساختمونی که خودشون هم زدن خراب کردن.
اصلا شک جدی داره، اصلا 11 سپتامبر دومه این شک بسیار جدی درش هست. خب اصلا برادران کوواشی چرا دیده نشدن؟ کجا دفنشون کردیم؟ میگه توی روستای بردیم دفنشون کردیم. اصلا اینا با نقاب از کجا معلوم اینا برادران کوواشی بودن؟ چرا وهابیا دو سه سال پیش به این نشریه حمله نکردن؟ اون موقع که علی پیامبر کاریکاتور بسیار بدی کشید، بدتر بود از این، بسیار بدتر بود، چرا حمله نکردن؟ اون موقع وقتش نبود، اون موقع الان وقتش بود. اینه که فرانسه مهد آزادی بود، حمله به یک نشریه در فرانسه یعنی حمله به آزادی بیان. کسی که این حمله رو انجام داده میشه نماد تهجر، نماد تعصب، نماد خشک مغزی، نماد عقب ماندگی، نماد یک ذهن منجمد. زمانی که این حمله انجام شد، فرداش کاریکاتورها و نقاشی‌های کل فضای سایبری رو گرفت، دو تا قلم کشیده بودن که هواپیما داشت بهش حمله میکرد. مثلا میگن اون 11 سپتامبر به ساختمون حمله کردن، الان به چی حمله کردن؟ به قلم دارن حمله میکنن. جی سو شارلی به فرانسه یعنی من شارلی هستم. خب البته جی سو در زبان فرانسوی معنی دیگه هم داره، یحرفون الکلم عن مواضعه، قرآن میفرماد. جی سو یعنی من پیروی میکنم، دنبال میکنم. من شارلی رو دنبال میکنم. حالا شارلی چه شه تلفظ میشه؟ شه در زبان خدمت شما عرض بشم عبری با سین این عربی که چجور شبیه همه همونطور نوشته میشه. خب فقط نکته ای که داره و من میخوام دقت بکنن عزیزان اینه که این عبارت توی حروف بزرگ که اصلا اینا نقطه نمیذارن. خب یعنی شین و سین یه جور نوشته میشه، کاملا حروف به هم ریخته شده عبارت اسرائیل. و میدونید که تعداد زیادی از کارمندای اونجا یهودی بودن که اصلا 3-4 تا از کشته شده‌ها که بعداً بردن اسرائیل دفنشون کردن یهودی بودن. یهودی‌ها چند درصد مردم دنیا؟ 15 میلیون به 7 میلیون. هیچی. عددی نیست. خب اصلا عددی نیست. خب آره. به درصد هم نمی. چطور 4 تا از این کشته شده‌ها یهودی در میان؟ یه کار دیگه هم هست. بگم چیه؟ مهاجرت معکوس. دارن به یهودی‌ها میگن اگر بیرون اسرائیل باشید کشته میشید. برگردید بیاد. اینو قبلاً هم کردن. در عراق بمبگذاری میشد تو کنیسه یهودیا زمان شکل‌گیری این قده سرطانی. جالبه وقتی اون موقع عراق تحت قیمومت انگلیس بود، وقتی پلیس عراق با انگلیس دستگیر کردن بمبگذاری دیدن همه یهودیان تعجب کردن، دیدن زیر نظر بنگورین دارن کار رو انجام میدن. اصلا توی خاطراتشون اینا نوشتن میگه ما گیج شده بودیم، چرا یه یهودی داره یهودی رو میکشه؟ و میدونید دیگه اینا نزدیک 50,000 نفر رو کوچ دادن به اسرائیل به سادگی با 4 تا بمب. یعنی میخوان ببینن چیکار میکنن. میگن بیرون اسرائیل برای یهودیا خطرناکه، برگردید کجا؟ اونجا امن. بعد از جنگ با غزه اسرائیل ناامن شده بود، مهاجرت معکوس شکل گرفته بود، باید بیرون چند تا یهودی زده میشدن. ببین اینا یه تیر میزنن 10 تا نشون. خب باید چند تا یهودی حتما تو کشته شده ها میبودن. برای همینه که به کنیسه ختم میشه، برای همینه که اون مغازه که گروگانگیری توش انجام میشه مال یهودیه. اینا کاملا هماهنگ شده است. اینا رو میخوام دقت کنن ها. یعنی من یه دلیل تا الان نیاوردم ها، خیلی دلیل آوردم، سناریو از قبل آماده بوده. احتمال جنگ داخلی در فرانسه هم بوده و هست. 6 میلیون مسلمان اونجا، وقتی ببینن 116 مورد تا الان تو 2 هفته حمله بوده، مساجدشون رو با آتیش میکشن، برای پیغمبرشون کاریکاتور میکشن، قرآنشون آتیش میدن، احتمال نیست واقعا جنگ در بگیره؟ چرا؟ بازم کی سود میکنه؟ بازم اسرائیل. میگه ببینید این مسلمونا میان انقدرم پرروان، بیان تو کشورتونم چی جنگم تازه راه میندازن. با وجود یهود، با وجود مسلمانان احتمال جنگ داخلی هم در کشور شما هستش. قطعا توهین به پیامبر واکنش داره از سمت مسلمانان. توهینو کی کرده؟ شارلی ابدو، یعنی شارلی هفتگی. خب به شارلی کی حمله کرده؟ مسلمانای افراطی. حالا شارلی دوباره از پیامبر میاد کاریکاتور میکشه، بعد دوباره مسلمان ها چیکار میکنن؟ پاسخ میدن. میبینی چی میشه؟ مسلمان ها همون افراطی ها انگشته میشن. میگه ببین همونایی که من حمله میکردن الان تظاهرات دارن میکنن. این چقدر دقیق چیده شده. میگن بازی دو سر برد ساختن. میگه ببینید همینا به من حمله کردن الان هم دارن تظاهرات میکنن. دو حالت پیش میاد، یا باید سکوت کنی که تو معادل القاعده، معادل این وحوش و اراذل و اوباش شناخته نشی، که اگه این کارو بکنی که قبه پیغمبر چکست. اگرم واکنش نشون بدی
جد ها میگن ببینید این هم القاعده باید انتخاب بین بد و بدتر کن. اینا بازی دو سر برده برای خودشون، برای ما دو سر باخت. نتیجه که گرفته میشه اینه که یا سکولار باشی یا بیدین، یا افراطی. میگه یا دینداری و طرفدار اسلام باشی، طرفدار پیامبر باشی، طرفدار این آقای محمد بخوای باشی به زعم خودشون، تو یکی از همینایی، درسته؟ یا هم بیدین باش، سکولار باش، که در دو حالت به نفع صهیونیسمه. یعنی دوست داره مردم این بین نباشن. زمانی که جورج بوش میخواست حمله کنه به عراق و افغانستان، میگفت مردم دنیا در مبارزه با تروریست بیان کمک ما. اینا یا با ما هن یا بر ما هن، یا لهن یا علیهن. ایران اعلام کرد که تو چیکاری که دنیا رو تقسیم میکنی؟ ما نه با توییم نه با اوناییم. خب ما خودمونیم. بله. ما مردم مسلمان از هم عمومش و سنی من میدونم. خب هم همونقدر که بیزارن از صهیونیستا، همونقدر بیزارن از نوچه هاشون، یعنی تکفیری ها. چه بازی سازاشون، چه بازی گرداناشون، چه بازیکناشون. این باید به فرانسوی ها گفته بشه که خون شما داره محل بازی قرار میگیره. به این سادگی کنار نهید. باید گفته بشه به فرانسوی ها. اینا دارن با خون شما بازی میکنن. و چند تا نکته مد نظر من عرض کنم. بعد از خوابیدن این جو واقعا مبهم، استراتژی شک و بهده. شما شک وارد کن، وقتی اینا بهد زدن هر کاری خواستی میتونی بکنی. یا دو تا هواپیما میخوره، دو تا ساختمون خراب میشه، شما هر کار خواستی دیگه میتونی بکنی. میتونی کلا قوانینی مصوب بکنی، تصویب بکنی که شنود بکنی مکالمات و مسلمان‌ها رو زیر سوال بری، به افغانستان و عراق حمله کنی بدون هیچ دلیلی، نفتشون رو به غارت ببری. ببین آره این شک و بهت بوده، حالا که خورده جو خوابیده یه سری سوالات پیش میاد. چرا تا 48 ساعت بعد از این درگیری‌ها کسی نگفت اون پلیس کشته شده مسلمان بوده؟ اون پلیسی که اسمش احمد بود، اون پلیسی که کشته میشه خودش مسلمانه. برادرش اومد مصاحبه کرد، گفت برادر من را مسلمانان بد کشتن. یعنی تفکیک مسلمان ها، مسلمان های خوب و مسلمان های بد. یه حد اکثر کاری بود که بنده خدا میتونست. چرا نمیگفت مسلمان بودن؟ چرا بعد لو رفت دیگه؟ وقتی خانوادهش میخواستن دفنش کنن و سراسید نمیتونستن اسمشو قایم کنن، لطف خدا بود. نکته دیگه اینه که این آقایون کوواشی، برادران سعید و شریف، هم 2005 هم 2008 قبلا زندانی شدن، کاملا پرونده امنیتی تو همون فرانسه. بله قبلا هم سوریه بودن. در سوریه در حال خدمت به صهیونیسم جهانی بودن. بعد برمیگردن یه استراحت کنن فرانسه که برن یمن بجنگن. ببینید چرا دیگه، الحوثی ها الان تو یمن دارن یه کارایی میکنن، قدرت دارن. اتفاق جالب افتاده. چی شده؟ امریکا ترسیده، از سربازاش خواسته برن تو یمن هم حفاظت کنن. سربازاش کیان؟ همین تکفیری. گفته یه تعدادتون از سوریه بیاد برید یمن، اینجا لازمتون داره. الان القاعده در جلو الحوثی ها داره میجنگه. ببین چقدر نکته جالبه. اینا میان تو اونجا، این سناریو اتفاق میفته که من میگم مثلا سناریوه. خب آمریکا نگران سقوط حکومت یمنه و داره از سربازای تکفیریش استفاده میکنه. ماجرای آزادی گروگان ها، اون خدمت شما عرض بکنم، خیلی کولیبالی، اون سیاپوسه خیلی نمایشیه. و حتی نکته‌ای که وجود داره، وقتی این فرد بعد از 200 تا گلوله که به این میزنن، نمیدونم چجوری میتونه باز دوباره بیاد سمت پلیس. 200 تا گلوله دارن شلیک میکنن، من فیلمش الان پخش میکنم. خب میاد سمت پلیس، دستش جلو صورتشه، میخوره به در، میچرخه، دستش در حالتی که ظاهرا دستبند به دستش زده شده، به پشت میفته زمین. تو پیاده رو دیگه سوراخ سوراخش میکنن. ظاهرا گلوله اولی کاملا مشقیه و این میدوه سمت در، اونجا که میخوره زمین میزننش. این جالب هم هستش که این فیلم پخش شده و خیلی هم مورد الان بحث قرار گرفته در فرانسه که این گروگانگیره چرا دستمن به دستاشه. آه خیلی راحته، اینا از سوریه برگشتن، اینا رو شما دستگیر کن. تو اون حمله اولی که کسی قیافه ای ندیده، لباسه کماندوی تنشونه، درسته؟ بعد کسی خبر نداره، یهویی میگن تو یه جای ما ریختیم اینا رو، کشتیم، تموم شد. از کجا معلوم اینا بودن؟ اصلا شاید همین دوتا هم نقشی بگید نداشتم. سناریو خودشون بوده. دو نفر میخواستن بکشن که به سادگی میکشن، فکر کنه از این تکفیر خوششون میاد. اینا دستمال نجسی ان که فقط به درد پاک کردن کثافت و نجاست ها میخورن، بعدش هم میندازنشون تو اشغالی. نکته جالب تر بهتون میگم، افسر تحقیق این پرونده کشته میشه چند روز بعد. افسر فرانسوی که داشته روی این ماجرا تحقیق میکرده کشته میشه. به چی رسیده بوده که کشته نشه؟ بعد معلوم هست به چه شکل کشته میشه؟ نه اینا همش مبهمه. خب مثل 11 سپتامبر میدونید دیگه، 11 سپتامبر تمام کسایی که داشتن تحقیق میکردن تو این بازه زمانی عموما کشته شدن، یا تصادف کردن یا خودکشوندنشون. قشنگ دارن سناریوشون رو پیش میبرن. خب اینا
وقتی نشریه کانارد میگه که پلیس 10 روز قبل اینا رو گرفته بوده و از پیوستن اینا به داعش اطلاع داشته، یعنی چی؟ خب همه اینا مشخصا داره نشون میده که اینا یه بازی. من فیلم نجات این، من پاوز میکنم اون لحظه ای که لازمه. اینجا کرکره میره بالا، دوستان اگر کنم تصویر، آها کرکره میره بالا، شروع میکنم تیراندازی کردن. L'assaut final est donné. Longuement nourri à l'arme automatique. Une chante boule de mise. Au fond du magasin, on peut. Une inja, une ferme. Un homme surgit. Non, il coule bon. Il a un marquez Yahudiya ça. Ben, on pousse quelque chose. Ben, دستاش جلو صورتش. چجوری تو اینجا تونسته بودو اینقدر تیر بشه؟ خیلی جالبه این، اصلا بدنش انگار آهنی بوده. نگاه کن اینجا میچرخه. ببین این لحظه‌ای که الان دستاش به هم بنده اینا. خب من میفته اینجا دیگه، همونجوری که قذافی رو کشتن که صدای در نیاد، همونجوری کسای دیگر رو کشتن، اینا همونجوری رگبار میبندنش. و مواردی از این دست فراوونه ها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.